پاشو دیگه، لنگ زور شد، چقدر میخوابی؟ بابا مگه من با تو نیستم؟ سراب کلی کار داریم. سراب، سراب، سراب. ای گاو. با منی؟ نه دو تا گاو. جفتمون؟ نه دو تا خواب دم. یالا. وای داداشم اینا. خوابم تعبیر شد. یالا 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 بیا بابا. خوش اومدی، خوش اومدی. سلام. جماد به درد نخور. سلام فرشته. سلام عزیزم. سلامت. چطوری هم بخوبی؟ الیتاره بگم قشنگم اصلم. بنداد عمه چه خبر؟ بنداد فدات بشه عمه جونم. الیتاره اسم رو این گذاشتی بنداد؟ اسمش داستان داره. چه داستان داره؟ این من اوایل ازدواج و خانمم حامله که بود، بعد صابخونه جواب مون کرد. جا نداشتیم بخوابیم، توی ون می‌خوابیدیم. دیگه تو ون زنم وضع هم شدی به دنیا اومد. مام گذاشتیم بنداد. الیتاره دیگه. یعنی اگر تو پشتمون به دنیا میاد اسمش رو می‌ذاشت بامداد. خبر دم دست اول صابخونه و انداختم اون بیون. ناصر چی میگه؟ بابا همش 8 ماه اجاره خونه ندادم. خب تو کلا 8 ماه رفتی تو خونه. خب صابخونه بی معرفت بود، ما هم گفتیم میایم اینجا میمونیم. اینجا میمونید؟ یعنی چی؟ میشه؟ آره دیگه نمیشه. بابا اینجا اینقدر کوچیکه من راه میرم میخورم به پروین. خب یاه نیو یعنی چی؟ یعنی الان انداختتون بیرون؟ خودم براتون خونه پیدا میکنم. ان شاء الله مردم. ان شاء الله پیدا میکنم. ان شاء الله یه واحد دارم برات عالی. اوکازیون خوش نقشه رو به اتوبان، انقدر ماشین رد میشه بابات میاد جلو تشاد. فقط یه مشکل کوچیک داره. اتاق خوابتون با پارکینگ همسایه بغلی مشترکه. یعنی چی؟ نه یعنی ما تو اتاق خوابیدیم و یکی با موتور میاد تو؟ اون کارشو بلده، آروم میاد پارک میکنه میره. صدای موتورش اذیت میکنه. قیمتش خوبه. 500 پنز. 500 میلیون؟ ندارین؟ هیچی نداری. یعنی یه مورد دارم برات عالی. فوق العاده. پارک بغل. میرین اونجا، چهار فصل قشنگ چمن، موف 400000 تومان. اون بعد چیه؟ پول چادر دیگه، چادر بخریم تو پارک بشینین دیگه. هیچی نداره. هیچی نداره. چه مورد دارم رایگان. هیچی نمیخواد بدی. بالا درخت، اینه کلاغ میریم بالا لونه میکنین، قشنگ اونجا زندگی میکنین. آقا الان مگه دعوا سر خونه است؟ بابا یه یوز از صبح دارم به بابام تعریف. یه یوز روز. یک یوز. یوز. آ چه اینقدر داماد خانواده ما نیست. عمه از صبح دارم به داداشت میگم. این دختره بود من 3 سال میخواستمش. اوکی داده گفته بیا خواستگاهی. اگه ما بریم اینو بگیم ازدواج کنیم، ما هم 3 تا واحد تو قیطعیه بهمون میده. 3 واحد؟ اصلا دعوا سر خونه نداریم. یه واحد من، یه واحد بابا، یه واحد هم شما. سرا یکی. وای عمو سیاف. عمو سیاف حالا قیطعیه یفتی؟ من تا دیروز میگیرم برنزه نمیدونم. میخوای تو قیطعیه زندگی کنی؟ میخوای همونجام کار کنی؟ خودم نمیخوام. شاید داره. خونه میخوای باید همونجام کار کنی. یه واحد 3 طبقه زیر زمین. 7 متر بوی نم قیطعیه میزنه زنده میشه. نمشو بخورم. خب اونجا باید سیایدایی کنی. امیرم سیادایی بشم اونجا. بله. نمیگی؟ نه. اسم تو یاد کردم دوما پیش. باید بگو بخند. واسه سیادایی دیگه. آقا گم شما نکنید. ببین تو خونه بچم خیلی زحمت کشیدا. الان مشکل چیه؟ الان مشکل چیه؟ آقا خونه اوکی بیا. مشکل اینه. درخته پرتقال رو نگاه کن. چیه مگه؟ آقا خونه یادو مبلش فقط 2 میلیارده. چی؟ فرشش ابریشم 8 میلیارده. بابا اینو نگاه کن. 8 میلیارد فقط پول فرشش. بله. همونتان بابا نداری، منو که داری. نوکرتم من اینجا نشستم. یه دونه میزنم بری تو خرد زمین ناصر. ببین بسپرش من، بسپرشم. بابا نداری، منو که داری. تمرین میکنیم، تمرین میکنیم، کاری نداری که. تمرین یعنی چی؟ تمرین تمرین یعنی چی؟ زولبک تمرین یعنی چی؟ عموزم بابات نمیفهمه. تمرین، تمرین میکنی. اوکی اوکی. تمرین لباس ورزشی؟ نه تمرین. پای کوی؟ پلنگتون تمرین. اوف دلش کنه نمیفهمن. تو زن منو میفهمی؟ عموزم تمرین میکنیم، میریم دختره رو میگیریم. کابل باتری به باتری تمرین. من چی بگم؟ تمرین 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 دادشم مرد. این بنیره علف هرز مرده. تمرین عمو سیاب من یه سوال کنم. الان عصبی؟ نه خوشحالم. باشه بابا من فهمیدم. میگه مثلا اینجا خواستگاهی تمرین کنیم. وای
خب همو اول بگو مثلا بیا سراب دیدی آبرومو رو بردی عمه عمه دوماده زشت نداره بهش نیاری چیز نگیار مقصر منم چیزا گوشم عیبی نداره ول کن دیگه گذشت الان مقصر من شده هیچ نیست ما که داریم گذشت میگن چرا ول نمیکنی میگی دست تو کیف زلت کردم اینجوری باهاش صحبت میکنی آقا عیبی نداره میگم میگم تمرینی این ببینه لجن خار مرده چی میگی حسین اینو میخوری الان من یه سوال میتونم بپرسم واقعا عصبی نه واقعا خوشحالم من میشم بابا دختره من میشم آفرین منم میشم بابای ونداد فوش چی همه؟ چی اومد به ذهنم؟ چی بزنه؟ تو میشی بابام؟ منم میشم پسرت باریکشل باریکشل منم چیزی فهمیدم میشه منم بشم عمه ونداد؟ میشه باشه بشه بشه میشه مگه نیستین؟ مگه نیستین؟ مگه نیستین؟ مگه نیستین؟ مگه نیستین؟ مگه نیستین؟ الان من یه سوال کنم عصبیم بابا زنگ گرفتن که کاری نداره دو کیلو پرتقال میگیریم میریم خونه شون میگیم دخترتو بده بیریم مگه دو تا چهار وقت ملاقاته؟ من نمیخواد بگی یه پیرنت بچین باری کلا آفرین حالا من دادم به بابا شکاره هست باباش فوق تخصص جیاهی مغز و اعصاب کنای اتوبان جاده ساوه است یعنی چی؟ سرپایی مغز عمل میکنه سرپا مگه یعنی چی؟ مگه زیگیل میخواد بکنه یعنی سرپا میرم یا مغز من عمل کن میشکنه بعد میره خونه شما؟ بله ولی فکر کنم به درد شما نمیخواد چون شما مغز ندارید عمه میدونی چه ها؟ اگه عقل داشت تو یا نمیگه اینا خودزنی میکنن مسخرت میکنن خیلی خب بسه دیگه حالا همه اینقدر آب و تاب نداره والا ما هم بابامون دکتر بود میگی بابا دکتر بود بله بابا کف پای مردم زالو مینداخت خیلی خب بسه دیگه بابام پزشک بود آها من میشم بابای دختره نمیتونی چرا تو اصلا به بابای دختره نمیخوای اصلا نمیخوره باباش از این آدمای عصبیه مثلا سنگ سوب خشک سوب ها خوش آه دیسیپلین اصلا میدونی دیسیپلین چیه؟ ها فرمو قبلش تست بگیرن اون پینیسیلینه اون پینیسیلینه اون پینیسیلینه این باید به اون پینیسیلینه دیسیپلین با پینیسیلین فرق میکنه من قریب هم نمیدونم به قریبی رفت نداره به شعورت رفت داره تو مغزت سی خالیه پینیسیلین تست میگیرن اما صاحب آیون باش نبین یه جون میزننت آیون باش میخوام یه سوال کنم عصبیم من میشم بابای دختره چشم حاضر باشم تو رفتی قسمت قبل بیا تو بابا بنده بیا دیگه بیا دیره بچه خوده بریم خواهش میکنم برای یک بای همچه شده با کلاس باشید مبل میلیاردی فرش میلیاردی خواهش خیال داداش بابوری بچه هم بخریم میگم خیلی پول داره آیفون شو تصویری ها بیا بر من خودم ببینم بابا از او بر میبینن برو سده زنگ و نگاهشی با کلاسه یالا یالا بفرمایید گن زدی به اون مبل 2 میلیارد فقط پول اون مبل آقا کفشتون خاکی بود گن زدی به این فرش 18 میلیارد فقط پول فرشه خدا دیگه به کارم نمیدم میذمش دور پاتون میذم نه ما میبریمش خاص بندازیم خیلی خوش اومدید خیلی خوشه اسم شما چی آقا اسم من بله پیتر چی میل داری پیتر عدسی کباب بذارید خودم حد بزنم من پزشکم مزاج آدم ها رو خوب میشناسم شما آقا چه قیافه عجیبی دارید قیافه خاص شبیه خارجی ها هستید شبیه گواتمالایی ها با سه چرخه میرن این ور اون ور آدم قاشاق میکنن کبد بسیار چربی داری آقا بسیار چرب در مرز خطره میرین برای شما چی خوبه؟ هیچی فقط مثل اسب همینجوری بری بیای شما پسر چقدر جذابی شبیه سوئیسیا هستی دهاتای سوئیس هر سوئیس آخر سوئیس گوشون میگه که آغاز هر پایانی پایان هر آغازی سر ابتدای مسیری که انتهایش اول است از آخر
حدس میزدم کار خودش باشه. بله خب بفرمایید بیرون. جواب من رد آقا. بفرمایید. عمو سیاب چیکار دائم میکنی بابا؟ بابا چرا شکوندی باباش؟ این دیسیپلینه. بابا دو شام پوشیده. بابا ول کن ایسنده. اصلا این شکلی نیست. چه جوری آخه بابا؟ مامانه چه جوریه؟ ما سمت مامانه نمیشه به خدا. وصلت کنیم. ببین باباش چه جوریه؟ باباش سمت مامانش نمیتونه بره. نه بابا ترسناک. اونو بندازن زندان. خش اصلا اگه تونستی باش حرف بزنی زندانم. ببین یا از این داشمشتی هست نمیم چی بهش میگن، مثل لوتی میا معرفتی از این قدیمی تویی هست. به خدا بابا ونداد خوراکی خودم همه. آفاین من بلدم. تو هم از این میترسی؟ آفاین من بلدم. راست میگی. تو باشو باشو مامانه تست بده دیگه. مامانه بشه. باشی باشی من برم آمادشم. من برم آمادشم. مثلا من باباتم. چرا نیومد عروس؟ چرا نیومد؟ تو بابامی؟ باباش بابا بزرگ پشمکه؟ عروس چرا نیومد؟ بابا بزرگه. بابا بزرگه. میگم بابا نگاه چقدر پول داره. خونه‌شون پر دوربینه. از بعد دوز میاد. من اینقدر پیرم چرا نمیبینم؟ عروس چرا نمیاد؟ نیومده. نیومده هنوز. کی میاد؟ جلم نیومده. نه بابا وایسا ببینم. سباس چر؟ چی؟ دختره. هنون وای نیومده. خصوصیات اخلاقی دختره چه جوریه؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ نمیدونی؟ هیچی. بالاخره 10 بار که همدیگر دیدین رفت آمد داشتین. اصلاً. یعنی چی؟ باباش باباش میگه همه چی بعد خواستگاهی. گفتم چه جوریه که؟ ما هم تلفنی حرف نزدیم. حتی یک بار. وایس هم نمیده. یعنی چی؟ به خدا میگم بابا صداتو میگه خواستگاهی اومدی دید بعدش. یعنی با این دختره چه جوری آشنا شدی خب؟ فضای مجازی. اسمشو میدونی؟ چیه اسمشو که دیگه میدونم. چی اسمش؟ اسمش سمیا. یعنی بالای پیجش نوشته سمیا آندرلاین 2023. ما خوب رفتیم جلو. خدا رو شکر جلوی زرر هر وقت بگیم منفعته. ما الان خواستگاری نرفتیم. عروسمات حی و حاضر اینجا آمادن. با هم دیگه حرفاتونو بزنین. زندگیتون مبارک. چیا این کاره با من کرده بابا؟ من نگاهی من کن. صد بار گفتم تو فضای مجازی قد نگرد. بار دیگه دوست بچه من نیستی تو. تو بچه من نیستی. من میگم سگ قسمت قبلی منو بخوره بابا. باریک چلا خب خیلی عالی. آفرین. همه دوست داشتن گروه تندیس کمدی. چند تا نکته بعد دربارشون بهتون بگم. خاله خیلی ممنون. ببخشید عمه بودین. الان طبیعی شد. اوکی. بچه‌ها رو معرفی کنم. روح الله عمرانی عزیز که کارگردان و سرپرست هم هستن. امید محرمی و خانم زویا. بفرمایید خانم مزرمنیا. فامیلشون از این فامیلاست که چند بار باید بشنوی بازم یاد نگیری. خانم مزرمنیا زنده باشی. و یه جایی درباره سرایدارا بچه‌ها صحبت کردیم. من می‌خواستم از همه خواهش کنم به افتخار سرایدارای خوب و معتمد و زحمتکش هممون یه دست بزنیم. چون و عالی متشکرم. نظر داور رو می‌شنویم. البته خلاصه بفرمایید. دیگه اصلا چی بگم؟ من فقط خدا رو شکر می‌کنم که واقعا شما موندین. شما بلیت طلایی گذاشتین. بله بله. و واقعا خوشحالم و اینکه اعتمادی که کردم بهتون. اصلا بابا اصلا چقدر خوبین. شما چقدر بازیگر خوبی هستین. خیلی خوب بود. خیلی جناب خمسه خیلی خوب بود. خب خسته نباشید. خیلی نمایش کاملا خنددار، به شدت خنددار. و فکر میگرم کاش یه تندیسی داشتیم که میدادیم عنوان تندیس کمدی. احتمال داره آقا بگیرن چون الان دیگه کم کم داره همه برنامه هم شکل میشه دیگه. شایسته تندیس کمدی هستی. آقا شهرام بفرم. خیلی باحال بود. خیلی باحال بود. حیف که مجبور بودن یه بخش کوتاهی از یه نمایش طولانی رو برای ما اجرا کنن. رحمتون گرم. بچه ها خیلی ازتون ممنونم. شهاب جان. بچه ها کار ما رو سخت میکنه دیگه توی داوری. یعنی
همه بچه ها الان قوی ظاهر شدن و واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. دمتون گرم. غافلگیر شدیم. تهش خیلی غافلگیری قشنگی داشت. ریتمش خیلی جذاب بود و خندیدیم. دستتون درد. دست بزنید افتخارشون. متشکرم. بفرمایید.